تعیین حداقل دستمزد کارگران در همه کشورها موضوع جر و بحث بسیار است. ایران هم مستثنا نیست، به ویژه با وجود تورم بالایی که سالهاست گریبان مردم این کشور را گرفته. امروز شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد کارگران را در سال آینده 303 هزار تومان اعلام کرد، یعنی 40 هزار تومان بیشتر از سال گذشته. آیا کارگران می توانند با این حداقل دستمزد از زندگی مناسبی برخوردار باشند و در سال آینده نیازهای اولیه‌شان را برآورده کنند؟ به خصوص که بعضی از کارشناسان اقتصادی سال سختی را برای ایرانیان پیش بینی می کنند. در ادامه برنامه بیشتر در این باره صحبت می کنیم. نخست گزارشی از علی قدیمی. روزهای آخر سال در ایران زمان اعلام حداقل دستمزدهای سال آینده است. حداقل ارزش هر ساعت کار این کارگرهای کارخانه چای یا این کارگران صنعتی. سالهاست که نمایندگان کارگران میگویند دستمزد این کارگرها با واقعیت‌های زندگی در ایران فاصله زیادی دارد. مخصوصاً در 4 سال اخیر که قیمت‌ها به صورت متوسط 25% بالا رفته است. نهادهایی مانند شورای اسلامی کار رقم خط فقر را 700 تا 900 هزار تومان اعلام می‌کنند و می‌گویند افزایش قیمت‌ها سطح زندگی کارگران ایران را پایین آورده و قدرت خرید آنها را کم کرده و در مجموع ارزش هر ساعت کار کارگران هر سال کمتر از سال قبل می‌شود. بیشتر کشورهای جهان هر سال حداقل دستمزد کارگران را اعلام می‌کنند. در بریتانیا این رقم ماهی 1,800,000 تومان است. در این کشور هم زندگی با این دستمزد آسان نیست، اما ارزش هر ساعت کار کارگران دو کشور که حداقل دستمزد را می‌گیرند را می‌شود هنگام خرید مقایسه کرد. به عنوان نمونه هر کارگر بریتانیایی با یک ساعت کار می‌تواند 1 کیلو گوشت قرمز گوساله بخرد، اما کارگر ایرانی باید 8 ساعت کار کند. برای خرید 1 مرغ 3 کیلویی هم کارگر بریتانیایی 1 ساعت کار می‌کند، اما کارگر ایرانی باید 8 ساعت کار کند. و برای خرید 1 گونی 10 کیلویی برنج کارگر بریتانیایی 3 ساعت کار می کند و کارگر ایرانی 2 روز یا 16 ساعت. با این حال نمایندگان دولت ایران می گویند دستمزد تعیین شده حتی 4% بیشتر از نرخ تورم است و کفاف زندگی کارگران را در سال آینده می دهد. اما فعالان کارگری میگویند با توجه به قانون حذف تدریجی یارانه ها در ایران که پیش بینی می شود تورم را افزایش دهد، ممکن است باز هم سبد خرید کارگران کوچکتر و ارزش کار آنها کمتر شود. علی قدیمی، بی بی سی. برگردیم به خبر اول امشب. شورای عالی کار ایران حداقل حقوق کارگران را در سال آینده 303 هزار تومان اعلام کرد که نسبت به سال گذشته حدود 40 هزار تومان یا 15% افزایش یافته. همچنین بن کارگری هم با 10 هزار تومان افزایش به 20 هزار تومان رسید. شورای اسلامی کار استان تهران که خط فقر در پایتخت را 700 هزار تومان برآورد کرده، خواسته بود حداقل دستمزد کارگران 400 هزار تومان تعیین شود. پروین علیزاده، استاد اقتصاد دانشگاه ساسک، اینجا در استودیو با من. خانم علیزاده، این حداقل دستمزد چطور تعیین میشه؟ چطور مشخص میشه؟ بله، حداقل دستمزد در ایران نه بر اساس سبد تعیین کننده اجزای سبد خانوار، بخصوص خانوار کارگری، بلکه بر اساس کل تورم، رقم کل تورم تعیین میشه و این خب خیلی متفاوته با کشورهای مثلا اروپایی یا خیلی کشورهای حتی توی آسیا که این اجزای تعیین کننده سبد خانوار هستن که تعیین کننده نرخ هستن. ولی مسئله مهمتر در ایران اینه که نرخ تورم همیشه خیلی بیشتر از مقداری که هست خیلی کمتر از مقداری که هست پیش بینی میشه. مثلا همونطور که در این برنامه مثلا که اشاره شد، نرخ تورم زمینی که دولت بین سال گذشته و سال کنونی در نظر گرفته، مقدار حداقل دستمزد رو به 15% برده بالا. یعنی این معنیش اینه که به طور زمینی نرخ تورم در ایران برای سال آینده 15% خواهد بود، در حالی که بانک جهانی این نرخ رو 20% تخمین زده و به علاوه با هدفمند کردن یارانه ها 12% دیگه هم به این نرخ اضافه خواهد شد و نرخ واقعی تورم چیزی حدود 32% خواهد شد، در حالی که همونجوری که گفتم به طور ضمنی این نرخ 15% محسوب شده. بنابراین از دو طرف این حداقل دستمزد بدون توجه به این مسائل اتفاق افتاده. وقتی در رابطه با خط فقر
این رو چطور شما در واقع ارزیابی میکنید با توجه به خط فرق در ایران؟ با توجه به خط فرق در ایران که رقم‌های متفاوتی در مورد خط فرق مطرح شده، در این برنامه گفته شد 700 هزار تومان، در نشریات دیگه‌ای بانک مرکزی 900 هزار و حتی من دیدم آمارهایی که برای 1,200,000 تومان خط فقر رو تعیین کردن. اگه همون 700 هزار تومان رو هم در نظر بگیریم که در این برنامه مطرح شد، تفاوت فاحشی وجود داره بین 700 هزار تومان که خط فقر، یعنی اون خطی که پایین تر از اون دیگه زندگی واقعا خیلی زندگی غیر ممکنی خواهد بود، و مقداری که حداقل دستمزد در حقیقت نصف خط فقره. بنابراین میبینیم که دستمزد در ایران تعیینش رابطه اصلا با نوع زندگی و اون سبد خانوار نداره. در ابتدای برنامه گزارشی داشتیم در این باره، علی همکارم علی قدیمی گزارش داشت و یک مثال‌های زد که من اون مثال‌ها رو می‌زنم اینجا دوباره هم برای شما هم برای بینندگانی که تازه با ملحق شدن، که در مقایسه با بریتانیا، در بریتانیا یک کارگر بریتانیایی با یک ساعت کار می‌تونه 1 کیلو گوشت قرمز بخره، اما کارگر ایرانی برای همون 1 کیلو گوشت قرمز باید 8 ساعت کار کنه. کارگر ایرانی برای خرید 1 گونی 10 کیلوی برنج، کارگر بریتانیایی باید 3 ساعت کار کنه، کارگر ایرانی باید 16 ساعت یا حدود 2 روز کار بکنه. چرا این در واقع وقتی این سوال پیش میاد که چرا واقع گرایانه انجام نمیشه این گونه ارزیابی و حداقل دستمزد کارگران در ایران؟ یکی از اتفاقاتی که افتاده توی این 20 ساله یا حتی 30 ساله اخیر اینه که مطالعاتی که مطرح هست نشون میده که اصولا کارایی کار در ایران در مقایسه با گذشته رفته پایین. یعنی اگه یک کارگر امریکایی حقوقش خیلی بالاتر از یک کارگر مثلا نیجریه‌ای هست، برای اینکه کارایی این کارگر خیلی بالاست. در ایران این نبوده، کمکاری با کارگرا نبوده که باعث پایین آمدن کارایی شده. این خیلی ضعیف بودن مدیریت و به نوعی نیاوردن تکنولوژی جدید، حالا مقداری به خاطر سانکشنی که تحریمی که مطرح هست، مقداری به خاطر اینکه بخش دولتی بخش اصلی تولیدی در ایران هست، صنایع و صنایع تولیدی ایران رو در شرایط بسیار عقب افتاده ای قرار دادن. بنابراین کارایی کارگر و کار در ایران خیلی پایین مونده، یعنی عقب رفته، نه اینکه فقط پایین مونده، و این خودش هم از تعیین کننده های حقوق میتونه باشه. یعنی کارگری که کارایی خیلی بالایی داره بیشک یکی از تعیین کنندگان مزد خود کارایی هست، و متاسفانه کارایی در ایران بسیار پایین مونده به خاطر مسئله مدیریت. یک خیلی کوتاه اگه لطف کنید خانم علیزاده، این مشکلی که گفتید چقدر ممکنه امسال سخت‌تر بشه؟ چون اقتصاددانان میگن با حذف یارانه‌ها تورم خیلی بیشتر هم خواهد شد. دقیقاً همینجوری که گفتین، این تخمینی که زدن اینی که با حذف یارانه ها 12% دیگه هم به تورم اضافه خواهد شد، و همینجور که قبلا گفتم تورم یه چیزی خواهد بود حدود 32%، 20% به خاطر اضافه شدن بودجه که 34% اضافه خواهد شد، و 12% هم به خاطر هدفمند کردن یارانه ها. بنابراین تورم 2 برابر تورم ضمنی است که دولت در نظر گرفتن اون حداقل مزد تعیین کرده. پروین علیزاده متشکرم از توضیحاتتون.